به پاس حضور ارزشمند و پر افتخار خانم‌های مجلس، مثالی دارم از جنس لطیف مادرانه. تصور بفرمایید نوزادی رنج دیده و غم دیده، نوزادی که از دامان مادری بیمار متولد شده، مادری که به سبب بیماری توانایی حفظ و پرورش نوزاد خود را ندارد، و اما مادری مهربان این نوزاد را در آغوش خود جای می دهد، و اما جامعه مهاجر و پناهنده ما همین نوزاد است که مادر وطن خود را ترک نمودیم به ناچار، و اما جامعه و دولت استرالیا به ما پناه داد. جامعه استرالیا به مانند مادری مهربان ما را در آغوش کشید، و ما مانند گلی که از باغچه خود مهاجرت کرده بخش‌هایی از ریشه‌های خود را تا همیشه در باغچه وطن به جا گذاشتیم. به پاس این لطفی که دولت محترم استرالیا در حق ما نمود، ما وظایفی داریم. تک تک ما مسئولیم. مسئولیم برای تعیین سرنوشت این ملت. خانم‌های مجلس کاملاً آگاهند. مادری که نوزادی که از مادر خود جدا می‌شود، کودکی چالش برانگیز و سختی را در پیش دارد. کودکی بسیار مشکل‌تر. و اما در این راه پرچالش، در ما نیاز داریم تا با همبستگی و همکاری جامعه جدیدی بسازیم، تاریخی نو بسازیم، با نگاه به تاریخ پر فراز و نشیب و پر دردمان تاریخی نو بسازیم. و اما برای ساختن این تاریخ نو به چه چیز نیاز داریم؟ برای اینکه تاریخی پر از افتخارها، انسجامها و دستاوردها بسازیم به چه چیزی احتیاج داریم؟ سخن را کوتاه میکنم، چون میدانم در این مجلس کسی حضور دارد، البته که اشخاصی حضور دارند، ولیکن بالاخص در این لحظه اشاره میکنم به شخصی که با افق دیدی گسترده به نگاهی موشکافانه میپردازد، به نگاهی منتقدانه، به نگاهی مهربانانه. این شخص یکی از دیپلمات‌های اسبق کشور عزیزمان افغانستان هست. افتخار دارم تا این شخص رو به این تریبون دعوت بنمایم تا شرایط گذار به جامعه پایدار را برایمان روشن بفرماید. دعوت میکنم از جناب محمد عیسی رحیمی تا به جایگاه تشریف بیاورند. تشریف بفرمایید. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. سالها باید که تا یک سنگ اصلی زافتا لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، عمرها باید که تا یک کودکی از روی تب شاعری گردد نکو
عالمی گردد نکو یا شاعر شیرین سخن. قرنها باید که تا از لطف حق پیدا شود، با یزیدی در خراسان یا اویسی در قرن. مقدم جناب جنرال صاحب مراد، شخصیت ارزشمند و شناخته شده کشور ما و شما که از سفر ترکیه تشریف آوردن، در این شامگاه زیبا، این مجلس با کیفیت، با حضور همه شما خوبان و استقبال ایشان شکل گرفته است، مقدم ایشان را و مقدم همه شما فرهیختگان را در این محفل زیبا گرامی می‌دارم. ادای احترام می‌کنم خدمت جناب جنرال صاحب مراد و همه شخصیت‌های عزیزی که اینجا هستند، اعم از برادران و خواهران جنرال صاحب‌های عزیز، جناب جنرال صاحب اقبال، جناب جنرال صاحب غفاری، روحانی بسیار عظیم و شان، جناب استاد برهانی، جناب استاد علی رحیمی که افتخار حضور و داوری در المپیک فرانسه رو داشتن، و همه اساتید محترم دانشگاه و کلای محترم، بزنسمنا و تاجرای عزیز، خانمهای محترم و آقایان گرامی، بخصوص کسایی که با هزینه شخصیشان به بخش حقوق بشر سازمان ملل رفتن و صدای مردم شدن، مقدم اونها را هم گرامی می‌دارم. و امشب یک مجموعه دیگه هم اینجا حضور دارن که باید هم به اونها خوش آمدید گفت و هم تبریک گفت که با حضورشان و با کاندیداتوریشان در انتخابات شهرداری ایالت ویکتوریا، ملبورن، نواحی مختلف انتخاباتی در حقیقت موجب شدن که یک روحی از اعتماد به نفس و خودباوری رو در ارگانیسم جامعه ما اینا بدمن و تزریق بکنن. این جای بسیار خوشی و افتخار و بالندگی است. به اینها هم تبریک میگیم و هم خوش آمد و هم آرزوی موفقیت داریم انشاءالله. به مناسبت محفل و مجلس نکات رو عرض میکنم، امیدوار هم که سودمند واقع بشود. شک نیست که یکی از آرزوهای جامعه که در حال گذار هست تا بخواهد به توسعه یافتگی برسد باید یک سلسله راه‌های را بپیماید. ما بین فرهنگ توسعه و توسعه یافتگی که یکی از آرزوهای همه ما و شما هست، هم از لحاظ حقیقی و هم از لحاظ حقوقی، و بین فرهنگ توسعه یک رابطه خاصی هست. به معنای دیگر، ما اگر بخواهیم به توسعه به معنای همه جانبش در بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برسیم، باید ابتدا مقدمات توسعه را بیاموزیم، فرهنگ توسعه را بیاموزیم. به توسعه رسیدن یک سلسله پیش نیازهای فرهنگی دارد، پیش شرطها دارد، مقدماتی دارد، الزاماتی دارد تا اونا را جامعه ما فرا نگیرد و در آفاق و اعماق جامعه منتشر نشود، ما نمیتونیم به توسعه برسیم. پس ما بین توسعه فرهنگی و سیاسی و فرهنگ توسعه و ضرورت‌های فراگیری فرهنگ توسعه یک رابطه تنگاتنگ وجود دارد و اینا لازم ملزوم همدیگه هستند. ما به بخشی از این پیش‌نیازهای فرهنگی که بایسته است فرا بگیریم تا به توسعه برسیم و این گذار یک گذار معقولی باشد، گذار تدریجی و پیوسته‌ای که همه جامعه این را رو پیموده اشاره می‌کند.
یکی از اونها فرهنگ قدرشناسی از مفاخر ملی و سرمایه های ملی و اجتماعی هستند. فرق نمی کند که اون شخصیت ها و مفاخر و مشاهیر و رجال فعال ما ورزشی باشن، علمی و ارزشی باشن یا ارتشی و کشوری باشن، هیچ فرق نمی کند. یا اینکه اونها در قید حیات باشن یا اینکه از این دنیا رفته باشن. ما خیلی کسایی را که از این دنیا رفتن ولی در حیات اجتماعی ما و شما در یک دوران ایفای نقش کردن، همیشه یاد اونها را و فریاد اونها را زنده نگه می‌داریم، مثل رهبر شهید استاد مزاری بزرگ، یادشان و نامشان همیشه زنده نگه می‌داریم. اما ما باید این فرهنگ گسترش بدیم که از شخصیت‌های خود در زمان حیاتشان تجلیل بکریم. علامه شهید بلخی میگوید عجب که زنده قدری نیست بلخی، در زمان ما گروهی بعد مرگ ما به مشت استخوان گیرند. ما چند راه بیشتر نداریم. یکی این که ما نسبت به همه شخصیت هایی که منشأ اثری و ثمری در جامعه ما هستند ما بی تفاوت باشیم، بی خیال باشیم، کرده و ناکرده و خدمت کرده و نکرده پیش ما یکی باشه. راه دیگه هم هست که اونها را همیشه دست کم بگیریم، ثبوت بشماریم. خب دیگر چه راهی داریم؟ خب یک راه دیگه هم هست که اونها را تحسین بکنیم، تشویق بکنیم، محسنات اونها را برجسته بکنیم، اگر نقدی هم هست منصفانه و خیرخواهانه با اونها مشورت بکنیم و سرمایه‌های اجتماعی خود حمایت بکنیم. این یکی از فرهنگ‌هایی است که ما باید این را بیاموزیم و این را گسترش بدیم. جنرال سیف مراد بدون مجامله و استمالت قلوب، خب ما در افغانستان سالها بودیم، از نزدیک آشنا هستیم که وجب خاک بغلان و قندوز و هلمند با ردپای او و فداکارهای او آشناست. زمین عجب. من یادم هست که مارشال دوستم یه وقتی میگفت که خاطره رو نقل کرده بودن که وقتی که در محاصره قرار میگیرد و خطر وجود دارد که حتی از بین برود، به همکارایش میگوید که به جنرال سیف مراد، اون وقت مسئولیتی هم البته داشتن، تماس میگیرن و اینا تماس میگیرن و اینا مجموعه را مأموریت میدن و اینا وسیله میشن برای نجات اونها و بخشی دیگه از تاریخ سیاسی مردم ما را که از آدرس ما باعث نجات یک مجموعه از سمبول‌های از یک قوم محروم میشه، اینا رقم میزنن و تاریخ سازی میکنن و این باعث افتخار ما شماست. من خیلی خوشحال هستم که در اواخر فداکاری‌ها و رشادت‌های نظامی خود جناب جنرال سیف مراد به سیاست روی آوردن، آمدن و کاندیداتوری خود اعلام کردن و سخنان بسیار رهنمودی و روشنگر و یک چشمندازی روشنی را برای جامعه هزاره و افغانستان به همراهی تیکت انتخاباتی که داشتن از بامیان باستانی اینا اعلام کردن و یک فصلی نمیره که طلعه میتونست باشه برای آغاز سیاستگریشان و آمدنشان در میدان سیاسی و مدیریتی. این رو هم ما به فال نیک میگیریم و این هم یکی از دیگه تغییراتی است که در رویکردهای کاری ایشان به وجود آمد و ما این رو به فال نیک میگیریم و ما این رو باید از این رو به خوشی استقبال بکنیم و از این مثلا استفاده بکنیم که اینا بتونن با توانمندی ها و تجاربی که دارن انشالله برای نسل آینده و برای تاریخ آینده ما و شما بتونن انشالله فعالیت بکنن. این یک موضوع. موضوع دیگر، فرهنگ دیگه ای که باید بیاموزیم فرهنگ سیاسی هست که از دل انتخابات در جامعه توسعه یافته میآید. انتخابات یا الکشنز همانطوری که خودش یک ارمغان دموکراسی هست، نتیجه و محصول دموکراسی هست،
رفتار انتخاباتی مدرن و مترقی و پیشرو و متکامل سیاسی و اجتماعی و شهری هم از دل همین جامعه توسعه یافته و ما که در حال گذار هستیم باید این فرهنگ بیاموزیم. یاد من هست وقتی که در افغانستان انتخابات می آمد برگزار می شد، یکی از دغدغه‌های مردم کمیسیونی بود که معلوم نبود به طرف باشه شفافیت انتخاباتی. اینجا الحمدلله اون مشکل نیست. کسایی که بزرگوارایی که در 7-8 نواحی انتخاب اینا کاندید شدن و اسامی شان انتشار یافتن، اینها باید بدانند که یک اوراق و دفتر زرین از تاریخ سیاسی کشور را در اینجا هم برای استرالیا و هم برای مردم ما رقم میزنند که در آینده ما و مردم ما و نسل های بعدی از اینها اون شدنی را یا یه اسپیکری را که اوباما و همسرش در تاریخ امریکا ثبت کردن، در آینده اینها پروسس شدن و به جای رسیدن و قله های بلند و ستیق بلند خودباوری را و اعتماد به نفس را و شدن را و به جای رسیدن را و کسب قدرت را و تصاحب اجتماعی را پاسخگو بودن را اینها به نمایش میگذارند. در آینده از اینها به عنوان یک مثال و الگو یاد خواهند کرد انشاءالله. در جامعه مدرن مردم به شخص رای نمیدن، بر رفتار انتخاباتی مدرن رای میدن. رقابت سالم یکی از پیش‌نیازهای دموکراسی است. ما باید یاد بگیریم که رقابت سالم داشته باشیم، رقابت منفی نداشته باشیم. جامعه که میخواد به توسعه برسن باید رقابت داشته باشن، اما رقابت سالم داشته باشن، نه رقابت منفی. نباید همدیگر رو تخریب بکنن، نباید همدیگر رو کم بزنن. مردم باید این آگاهی را در خود به وجود بیارن که به کاندیدی که برنامه خوب داره، دیدگاه خوب داره، فکر خوب داره، اندیشه خوب داره، چشمانداز خوب، مانیفست سیاسی خوب داره، به او رأی بدن. شخص مهم نیست، اون داشته و باشته هایی که بیرون بده اون مهم است. در جامعه مترقی این فهم وجود داره و ما باید این فرهنگ در جامعه خود نهادینه بسازیم. ما نباید به این فکر بکنیم جنسیت چی است. این افتخار ما و شماست که یک دست خانم ها اینجا خود کاندید کردن و باعث اعتماد به نفس دیگران میشن. نباید برای ما و شما منطقه افراد مهم باشه. اون چیزی که برای انسان ها اهمیت داره منطق بلندشانه، نه منطقه. منطق بلند انسانی افراد باید برای ما و شما مهم باشه، نه منطقشان. ما باید این پیش نیازها را یاد بگیریم و کار ببندیم تا بتانیم انشاءالله یک انتخابات خوب داشته باشیم. و یک از خوشبختی هایی است که در این جامعه انتخابات و روند انتقال قدرت و تصاحب قدرت و تغییر در قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انجام میشه. در جامعه مدرن انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز است، گردش قدرت به شکل اما در جامعه در حال گذار عقب افتاده همیشه حکومت ها و انتقال قدرت ها با پول، با خون حکومت ها آمده، با خون رفتن، با زر و زور و تزویر اینا تغییرات رقم می خورن و یک آسیب هست که ما این باید این فرهنگ عقب مانده را دور بریزیم و فرهنگ های برتر را از این جامعه که مهد پلورالیسم، مهد دموکراسی است باید بیاموزیم. برای این عزیزان هم انشاءالله عرضی موفقیت داریم. مسئله سوم، دو سه نکته دیگه عرض می کنم برای زم تمام. مسئله سومی که جزء فرهنگ هایی هست که ما این فرهنگ باید یاد بگیریم تا به توسعه فرهنگی برسیم، جزء پیش نیازهای فرهنگی جامعه در حال گذار و رو به توسعه هست، رو آوری به علم است. آدم اسمیت میگه که علم یک ثروت اجتماعی است. جناب استاد رضایی یک شخصیت پیشتاز و پیشکسوت و موفق جامعه ملبورن مثال‌های خوبی زدن از این پیشرفت و انکشافاتی که در سعای علمی رخ داده، ولی کافی نیست. باز هم یک تجدید قوای لازم است و یک فصل دیگه باید رقم بخورد و
چیکار بکنن و بیاموزن. جامعه ما تشنه علم است. ما اگر علم و هنر می داشتیم کوه را از جای برمی داشتیم، از جوانان نظامی روز جنگ 100,000 شعر در می داشتیم، موقع صلح جهان در کنفرانس احتراماتی دیگر می داشتیم. موضوع دیگر شکوفایی اقتصادی است. بله، ما تاجرای موفق داریم، بزنسمنای موفق داریم، اینا در آبادی کشور، در افغانستان، در همین جا سهم گرفتن و باعث افتخار مردم با شما هستن، ولی کافی نیست. ما باید عقبه اقتصادی قوی داشته باشیم. برو قوی شو، اگر راحتی جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ما عقبه های بسیار پاور قدرتمند از اقتصاد و علم، همه اینها را باید داشته باشیم تا بتونیم به اون جامعه آرمانی که هم اسلام گفتن و هم اونا در جامعه امروز به ترقی و شکوفایی رسیدن، ما باید به اونا با دست خالی. اما داوود سرخوش چی بگم؟ اگه با این دستای خالی سیالی به سیالی در این ملکای مردم توسط به توسط دیگه بگم به این ملکای مردم توسط به توسط، یعنی یک فکتور دیگه، عامل پنجمی که فرهنگ دیگه ای هست که ما باید یک آدرس داشته باشیم. ما اگر آدرس جبهه مقاومت نظامی یا رقبه سیاسی قدرتمند لشکری نداشته باشیم، باز هم جهان روی ما مقاسبه نخواهد کرد. ما باید این رو هم داشته باشیم. به قول آقای اختیار که میگفت که خداوند در رحمت خواهد و بسوی ملت ما یک نگاه کن، شهنشاهی من در ملک مردم مورد کشور خودمو فنا کن. ما باید آدرس داشته باشیم. و مسئله ششم، ما یک اتاق فکر و تینکینگ روم باید داشته باشیم. همه کسایی که کار سیاسی میکنن، رؤسای جمهوری دنیا، کسایی که کار سیاسی میکنن، باید یک اتاق فکر داشته باشن. همون چیزی که جناب سودرایی زده هم او را اشاره کردن، اتاق فکر. این اتاق فکر باید از مجموعه های مختلف باشه. همه این مردم را به یک چشم ببینه. یک کسی در طالبان انتقاد کرده بود که برادر رهبر شما یک چشم داره، گفته بود که یک خوبی داره که همه مردم را به یک چشم ببینه. دیگه همه مردم را به یک چشم ببینه و اینا مثل باران باشه بر همه جا بباره، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران که شدیم مپرست این خانه ای کیست. اتاق فکر یک سیاستمدار باید مثل باران بر همه جا بباره، مثل خورشید بر همه بدرخشد، مثل زمین باره همه را به دوش بکشد و بازوی مطالعاتی و مشورتی خوب و خیرخواه برای یک سیاستمدار باشد. این خیلی مهم است. اکثر سیاستمدارهایی که موفق هستند بازوی توانمند مشورتی جامعه دارند. اتاق فکر را تنگ روم، این یکی از بایستوهایی است که باید سیاست مداران ما او را داشته باشد و تمام دنیا و کشورهای پیشرفته ای را داره. و مسئله دیگر گروه لابی هست. جناب آقای رضایی خوب اشاره کردن، لابیگران امروز جنگ همهش نظامی نیست. بخش عظیم جنگ ها جنگ های نرم است، قدرت نرم است، قدرت هوشمند است، قدرت سخت افزار و هارد هم است. ولی نبردهای دیگر شما دیدید که کشور ما با لابیگری یک تعداد آدم های آگاه اما خائن فروش رفت، ولی ارزان فروش رفت و شرف و بسمنی در آخر محدوده. در سطح بین المللی کشورهای آمدن لابیگران دو هدف را دنبال میکنند. یک، سیاست های اجرایی کشورها را با مردم خود همسو میکنند. دو، منابع داوری و حقوقی دنیا را برای داوری به نفعشان مساعد میکنند. اما نکته مهم اینه که لابیگران در کشور مقصد که میخواد لابیگری بکنن، دیپلماسی بکنن و مشکلات جامعه را برسنن، باید وحدت رویه داشته باشند. حالا مراجع عراق از کشورهای مختلف میگه افغانها میان ما متحیر میشه، نفهمیده بالاخره شما در افغانستان مشکل دارید یا ندارید. چرا؟ چون لابیگران اطلاعات متناقض به خورد کشورهای مرجع و مقصد میدن و یک مشکل است. سخن آخر، وحدت و هماهنگی است. ما باید اگر بخواهیم به توسعه برسیم، بدون اتحاد،
مسجوعی، بدون همبستگی، بدون همدلی، باید ما منفی‌نگری را دور بریزیم. از هر حزبی که هستن، از هر مجموعه‌ای که هستن، با هر مشربی که فکری هستن، ما باید مثبت نگر باشیم، اتحاد داشته باشیم تا بدانیم این چالش‌های عظیم و این حفره‌های عظیم و این شکاف‌های عظیمی که در کشور ما و شما ایجاد شده او را ترمیم بکنیم. از اتحاد قوم قدرت ها هویدا می شود، قطره قطره چون به هم پیوست دریا می شود، سنگ های ریزه را هر سو برد امواج باد، چون به هم پیوست کوه پای بر جا می شود. گوسفند آسوده از گرگ است همراه رمه، ور جدا افتد نصیب گرگ صحرا می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.